دوست عزیز، خیلی خوشحالم که امروز اومدین، به خاطر اینکه میخوایم راجع به یکی از عمیق‌ترین و اساسی‌ترین علل اضطراب و افسردگی و پناه بردن به اون عادت‌های مضر صحبت بکنیم و اون مسئله بخششه. تا وقتی که ما نمیبخشیم، اون زهر رنجش، دلشکستگی، خشم و تلخی همینجور تو وجودمون میمونه و میسوزونه. بخشش یه چیزی نیستش که من بتونم مستقیما انتخابش کنم. امروز بگم من میبخشم و تموم شد، بخشیده شد. این آتیش تو وجود من میچرخه، همینجور وجود داره. چه کارش کنم؟ یا مثل یه طوفان آتیشه که همه چیزو داره میسوزونه، یا انقدر سوخته که دیگه خاکستر شدم، مایوسم، ناتوانم. پس اگر ما مستقیما به بخشش دست نداریم، از کجا باید شروع کنیم؟ چطوری میتونیم بهش دست پیدا کنیم؟ بعضی وقتا تو زندگی ما نقش خدا رو میخوایم بازی کنیم. خیلی خطرناکه. کیه که دادگره؟ کیه که میبخشه یا به جزا میرسونه؟ وقتی که ما کار خدا رو تو دست خودمون گرفتیم، انقدر این بزرگه و سنگینه که البته از بین میبرتمون. از استراب نفس نمیتونم بکشم، از افسردگی بیچاره شدم. مسلمه که پناه میبرم به هزار تا چیزایی که شاید یه لحظه برام استراحت بیاره. فرار میکنم توی این خوشیای زودگذر، توی این عادتهای مضر و ناخواسته. اجازه بدید با همدیگه یه تمرکز بکنیم و یه تمرین. کف پاتون رو بذارید زمین، ستون فقرات صاف، دستا رو باز کنید، چشما رو ببندید و آهسته حواستون رو بیارید به نفستون. متوجه ریتم نفس بشید، عمق نفس، متوجه تماس بدنتون با صندلی بشید. اگه اعتماد نداشتید به این صندلی چطوری میشستید؟ اصلا بیاییم یه چند ثانیه با هم جلوی صندلی یه طوری بشینیم، مثل اینکه یکی از این پایه ها ممکنه بشکنه. بیایید این جلو، خودتون رو نگه دارین 10 ثانیه. اعتماد رو انتخاب کنید. عضله ها رو رها کنید، راحت بشینید. این چه فرقی داره با اون موقعی که نوک صندلی نشسته بودید؟ الان چی ممکنه؟ توی این اعتماد،
حالا تازه اول کاره، حالا تازه میشه یه صحبتی کرد، یه کتابی خوند، یه کاری کرد. اون نوک صندلی که با اون حال نشسته بودیم که کاری نمیشد انجام داد. یه نفر رو به نظرتون بیارید که نتونستید ببخشیدش. اگر بیشتر از یه نفر رو به نظر بیارید، انقدر این بار سنگینه که همه چی مختل میشه. یه نفر رو، اونای دیگر رو بذارید فعلا کنار. و ببینید چه حالی داره. مثل این مونه که چی تو دستتون گرفتیم. جای بدن خودشو داره بهتون نشون میده. بدن خیلی با آدم نشون میده. نگاه کنید ببینید کجای بدن الان توجهتون رو به خودش میگیره. یه چیزی یا تکون میخوره یا فشار داره یا تغییر میکنه. توجه کنید. بیایید پیش. گرم و سرما داره، مثل سوختنه، مثل شکستنه، مثل بریدنه، مثل چی میمونه؟ باهاش بمونید، بهش نشون بدید که دارید میبینیدش. این درد اینجاست، حق داره، وجود داره. شما الان بدنتون داره به یه چیز که ساخت دست انسانه اعتماد میکنه. آیا حاضرید به دستای بزرگ اون خدای دادگر اعتماد بکنید و این شخص رو بذارید توی اون دستا؟ بذارید این دست رو بذارید توی دست اون خدای دادگر که هر کسی رو که میخواد میبخشه و هر کسی رو که لازمه به جزاش میرسونه. رهاش کنید. جاش تو دستش. اون بچه‌ای که هزار بار میفته تا پاش را بره، هزار بار تو این راه میفتیم. اون شکست نیست، اون رفتن به طرف یه چیز والاییه. به اون طرف میریم تا بهش برسیم. اگر من بخشش رو مستقیما نمیتونم انتخاب کنم،
از اینجا میتونم شروع کنم که اون چیزی که به دست من تعلق نداره بسپرم به دست اونی که باید تو دستش باشه. از اونجا شروع میشه. بخشش از اونجا شروع میشه. هفته دیگه در خدمتتون هستم. به امید دیدار.